با سلام، شما که الان دارین صدای منو میشنوین، حتما تمام دیکته های مربوط به الفبای فارسی رو نوشتین. با توجه به درخواست های شما برای ادامه دیکته ها، از امروز شکل دیکته های ما تغییر میکنه. یعنی هر دیکته ای عنوان و تیتر مخصوص خودش رو داره. مثلا من امروز میخوام براتون از اعداد به زبان فارسی دیکته بگم. میدونید که اعداد از یک شروع میشن، ولی قبل از یک هیچ عددی ما نداریم و اون هیچ رو در ریاضیات به صورت صفر نشون میدن و شما باید که نوشتن صفر رو هم بلد باشین که با الفبا به چه صورت بنویسید. این عدد صفر با صاد نوشته میشه. پس شروع کنید به نوشتن. صفر. صفر. یک. یک. دو. دو. میدونید که قبلا خونده بودید دو رو می نویسیم دو، ولی می خونیم دو. سه. سه. عدد بعدی رو موقعی که بخوام بنویسیم می‌نویسیم چهار، ولی موقعی که می‌خوایم صحبت کنیم می‌گیم چهار. حالا شما دیکته رو به صورت چهار بنویسید. چهار. پنج. پنج. شش. شش. هفت. هفت. هشت. هشت. نو. نو. ده. ده. یازده. یازده. دوازده. دوازده.
سیزده، سیزده. چهارده، چهارده. پانزده، پانزده. شانزده، شانزده. هفده، هفده. هجده، هجده. نوزده، نوزده. بیست، بیست. خب ما برای نوشتن حروف الفبا، یعنی هر کلمه رو که میخواستیم با حروف الفبا بنویسیم، از سمت راست دفترچه مینوشتیم. ولی برای نوشتن اعداد به صورت رقمی که در ریاضی نوشته میشه، باید از سمت چپ بنویسیم. خب بریم به سمت چپ دفترچه‌تون، حالا به صورت رقم مینویسیم. عدد صفر، البته عدد نیست، قبل از عدد صفر. یک، یک. حتما به جهت نوشتن اعداد دقت کنید. بعضی از عددها دست به طرف راست حرکت میکنه و بعضی ها از طرف چپ میره. خوب دقت کنید. دو، دو. سه، سه. چهار، چهار. پنج، پنج. شش،
شش. هفت. هفت. هشت. هشت. نه. نه. ده. ده. یازده. یازده. دوازده. دوازده. سیزده. سیزده. چهارده. چهارده. پانزده. پانزده. شانزده. شانزده. هفده. هفده. هجده. هجده. نوزده. نوزده. بیست. بیست. خب تا اینجا شما اعداد رو هم به صورت الفبایی و هم به صورت رقمی یاد گرفتین چطور بنویسید. در ویدیوهای بعدی رقمهای بالاتر رو به شما دیکته میگم. سلامت و شاد باشید.